بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. خداوند رو خیلی سپاسگزارم که توفیق شد در خدمت خواهران عزیزمون باشیم و هم بابت شروع این دوره خوشحالم، هم بابت این درس که توفیق است در خدمت شما باشیم. انشالله در طی این جلساتی که خواهیم داشت بعضی از محورهای تعلیم و تربیت در اسلام رو با همدیگه صحبت میکنیم، منتها من سعی میکنم مباحثی رو بگم که ممکنه بعضی کمتر گفته شده باشه، بعضی چیزا شاید عام باشه به خصوص اوایل، ولی میخوام یه مقدار کاربردی تر باشه و اینکه چه چیزهایی رو ما باید تو تعلیم و تربیت لحاظ بکنیم، به خصوص به عنوان معلم یا مدیر مدرسه یا معاون مدرسه یا کسایی که کار تبلیغی میکنند. یه مقدار بیشتر انشاءالله روی اینها میخواییم صحبت بکنیم، ولی خب سیر ما اینطور خواهد بود که انشاءالله یه مقدار راجع به فضیلت علم و تعلیم و معلم در قرآن و روایات صحبت میکنیم، بعد یه بحث خیلی خوبی داریم که اصلا علم یعنی چی، چند نوع علم داریم، رابطه علم با نور چیه، اینم انشاءالله بحث خواهیم کرد. بعد راجع به این صحبت خواهیم کرد که در مقام تعلیم چه ویژگی هایی را باید در نظر گرفت، غیر از حالا اخلاص که انشاءالله صحبت میکنیم، مسائل دیگر هم صحبت میکنیم که یک معلم باید چه چیزهایی را در نظر بگیره. و بعد میایم انشاءالله بحث اهداف را در تعلیم و تربیت اسلامی صحبت میکنیم، چه در زمینه باورها چه چیزهایی رو ما باید روش کار بکنیم، چه در زمینه اخلاقیات، چه در زمینه روحیه و روی کرد و کارها، رو چه کارهایی باید ما سرمایه گذاری کنیم، که اگر خواستیم ارزیابی کنیم ببینیم یک کسی، حالا چه خودمون چه دیگری، البته مؤمن اول خودش رو ارزیابی میکنه، ببینیم ما در مقام تعلیم موفق بودیم یا نه، نگاه کنیم به خروجی، ببینیم که این کسانی که ما باهاشون کار کردیم توی این محورها پیشرفت کردن یا نکردن. اگر پیشرفت نکردن و فقط یه معلوماتی به اینها اضافه شده، خب این معلوم میشه ما موفق نبودیم. اینا رو انشاءالله به تدریج یکی یکی بحث خواهیم کرد. خب حالا اولین پس بحث ما راجع به جایگاه علم و معرفت در اسلام هست. مطلع هستید که اسلام با اون فرهنگ و خصوصیات جامعه مکه و شبه جزیره عرب به طور کلی سنخیتی نداره. یعنی چی؟ یعنی ببینید یه موقع یک جامعه مثلا درش ادب شعر زیاده، یه شاعری میاد اونجا یه شعر خیلی خوب و شاهکاری میگه،
خب این از دل اون مجموعه ای که عشق به ادب داشتن، توجه به ادب و ادبیات و شعر و نثر و اینها داشتند، یک شاعری در آمده. این مثل اینه که از یک گلستانی گلی در میاد، یا یه موقع مثلا جامعه پر از مؤسسات علمی و آکادمیک و پژوهشگاه ها و نمیدونم آزمایشگاه هاست و اینها، یک اختراع جدید علمی اونجا صورت میگیره. اینم نتیجه اونجا ثمره طبیعیشه. اما اسلام با اون جامعه سنخیتی نداره، سنخیت به این معنا که یعنی بگیم اون جامعه میشد ازش پیش بینی کرد که یه چنین چیزی در بیاد از توش. اگه سنخیتی داره، سنخیت ضدیته. یعنی چی؟ یعنی جامعه جاهلی، عصر جاهلی، بعد از درون او یک دینی میاد که تأکیدش بر علم، بر معرفت، بر قرائت، بر کتابت، بر فهم، بر عقل، بر شعور. این نشون میده که این ثمره اون فرهنگ نیست. این مثل یک زمین خشکزاری که باران از آسمان میاد و خشکسالی رو از بین میبره و در اونجا گیاه سبز میشه. این غیر از اینه که بگیم یه گلستانی داشتیم، حالا یه گل قشنگی از توش در اومده. نه، یک بیابانی بوده، شورزاری بوده، باران رحمت آمده و در او این گل زیبا سبز شده، رویده. فارسی منو متوجه میشن خواهرها؟ واضحه؟ خب اگه هر دار البته شما دیگه فارسیتون از منم فکر کنم بهتره دیگه، ماشاءالله. اگر جایی واضح نیست بفرمایید که توضیح بدم. من سعی میکنم به اصطلاح خیلی پیچیده صحبت نکنم کلا. پس در فرهنگ جاهلی که ویژگی های متعددی داشت، خواهران میتونن ویژگی های فرهنگ جاهلی رو بگن قبل از اسلام؟ بله؟ من متاسفانه صدا ضعیف. ببینید اگه چی بشه؟ بیشتر به شعر سمگذاشتن به زنه ها، به اقتصاد جاهلی شعر خودت، شعر در مورد زنه آها. بله. کشتن دختران. بله. خب چرا میگن جاهلیت؟ چرا نمیگن مثلا انحطاط اخلاقی، فساد؟ چرا میگن جاهلیت؟ چون جاهل داشتن، اونا نمیدونستن این کارشون. ببینید جهل در زبان عربی دو تا معنا داره، درسته؟ معناش چیه جهل؟ یکی مقابل علمه، یکی مقابل چیه؟ عقله، درسته؟ جاهل گاهی یعنی کسی که علم نداره، گاهی یعنی علم هم ممکنه داشته باشه اما نابخرده، یعنی عاقلانه رفتار نمیکنه. درسته؟ ما در اصول کافی، اولین کتاب اصول کافی چیه؟ کتاب العقل والجهل. پس جهل ممکنه مقابل علم باشه، ممکنه مقابل عقل باشه. امیرالمومنین در حدیثی فرمودن رب عالم قتله جهله،
چه بسا عالمی که جهلش او را نابود کرده و علمه معه لا ينفعه، علم داره ولی نفعی بهش نمیبخش. چون جاهلی که به معنای نابخرد هست یعنی تصمیماتش بر اساس علم و عقل نیست. خب جامعه جاهلیت، یعنی اگر کسی بخواد بفهمه که قرآن و اسلام چه حقیقتی داره، چه تأثیری داشته، باید جامعه جاهلی رو در نظر بگیره، ببینه تو چه بستری، تو چه زمینه‌ای این دین آمده و این کتاب آمده. جامعه جاهلی خصوصیات متعددی داشت که باعث شد به این لقب معروف بشه، جاهلیتی که در قرآن هم بهش اشاره شده. یه خصوصیاتش این بود آشکاره که خیلی تعلیم و تعلم درش اهمیت نداشت، یعنی مدرسه داشته باشند یا بالاتر از مدرسه مثلا بخوان دانشگاه داشته باشند، نمیدونم آموزشگاه داشته باشند، مکتب داشته باشند، نه. اگر کسی یه چیزی یاد میگرفته به شکل فردی و مثلا در یه جمع کوچیکی بوده، تعلیم و تعلم خیلی رایج نبوده. دو، کتابت که یکی از نشانه‌های مهم علم رایج نبوده. اگر هم معلوماتی داشتن بیشتر چی بوده؟ شفاهی بوده، درسته؟ بیشتر معلوماتشون شفاهی بود، مثلا شاید اشعار زیادی رو حفظ بودن، حافظه خوبی داشتن، ولی کتابت بلد نبودن. میگن که تعداد کسانی که میتونستن کتابت داشته باشن به تعداد انگشتان یک انسان بوده یا کمترم بوده، یعنی خیلی کم بوده تعدادی که میتونستن بنویسن. چند تا شعرهایی را نوشته بودند منتها در داخل خود کعبه به عنوان معلقات سبع آویزون کرده بودند در داخل کعبه، که خب خیلی به اون شعرها افتخار میکردن. مزامینش هم خیلیش مزامین عمیقی نیست، چیزهایی است که خلاصه عرب جاهلی ازش خوشش میامده. بعد از اینها مهمتر، نه تنها به علم و تعلیم و عالم و معلم و کتابت و کتاب و کتابخانه و نوشتن و خواندن و اینها توجه نداشتند، بلکه اصلا به عقلانیت خیلی توجه نداشتند. یه سری خرافات و یه سری افکار که در طول تاریخ تحریف شده بود بر اینها حاکم شده بود. حتی حج ابراهیمی در طول تاریخ انقدر دچار خرافات و مطالب شرک آمیز شده بود که اصلا انگار یه چیزی 100% مقابل اون چیزی که حضرت ابراهیم بهشون یاد داده بود. بت‌ها رو داخل کعبه نگه می‌داشتند و بت پرستا می‌رفتن طواف می‌کردن، که انا یعنی دور این بت‌ها می‌خوان طواف کنن. افرادی رو که از بیرون مکه می آمدن می گفتن که شما باید لباستون رو از تو مکه بخرید، اگر از مکه لباس نخرید نمی تونید با لباسای خودتون طواف کنید، باید لخت طواف کنید. در واقع هم خرافات، هم می خواستن سودجویی کنن، مثلا تجارت خودشون رو بیشتر کنن، گفتن لباس از اینجا بخری، اگه اینجا نخری باید لخت طواف کنید. انقدر خرافات رایج بود
که دختران خودشون را زنده به گور میکردند. بردهداری، فساد، خلاصه جاهلیت که میگیم یعنی اینکه این جامعه بر اساس علم و عقل اداره نمیشد و رفتارهاشون بر اساس علم و عقل و فضیلت نبود. یه شعری هست تو کتابهای همین حوزوی هم هست، خوندید لابد، که تو بحث لیتا، لیت لی بهم قوما اذا رکبو شن الاغارت رکبانا و فرسانا. این شاعره میگه که ای کاش من به جای قوم خودم یه قوم دیگری داشتم. میدونی چرا؟ نمیگه چون مثلا اون قوم دیگه خیلی مثلا عالمن، خیلی با اخلاقن فلان. میگه ای کاش یه قومی بود که وقتی سوار اسب میشدن و حمله میکردن یا پیاده حمله میکردن میرفتن غارت میکردن. قوم من اهل غارت کردن نیستن. یعنی یه افتخاری بود که یه قومی مثلا قوی باشه بره به قبیله های دیگه حمله بکنه و اموال اونها رو بگیره، نمیدونم اشخاص اونها رو بگیره. این میشد مثلا یک افتخاری. خلاصه توی این زمینه یک دفعه شما میبینید که وحی الهی میاد و با اقرا شروع میشه. خیلی عجیبه. این مثل اینه که تو شورزار آب شیرینی و زلالی از آسمان میاد. خیلی ها اصلا با اقرا شروع میشه. حالا اگه مطلب بعد از اقرا میومد مهم بود، ولی اقراش خیلی مهمه. و اقرا میدونه تو اقرا یعنی چی؟ بله؟ خب میدونم بخوان یعنی فرقش مثلا با اتلو چیه؟ با تلاوت کن میدونم فرقش چیه؟ یعنی توش این اقرا چیزهای به معنی یعنی یادگیریه. ولی اونجا هم که میگه اقرا یعنی یه چیز دادی که مثلا یه متن یه چیز دادی که شما اقرا یعنی بخونی این چیزا. آه ببینید اقرا یعنی باید از متنی خونده بشه، درسته؟ یعنی شما از شفاهی یا از حفظ بخوای یه چیزی را بخونی مثلا بگی بهش نمیگن اقرا، قرائت نمیگن. یعنی باید یه متنی باشه. یعنی تو خود اقرا کتابت هم گنجونده شده، درسته؟ یعنی ما یک مکتوبی داریم او را بخوان. این خیلی مهمه. اذکر نیست، حتی اتلو نیست، اقرأ. اون وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، دوباره اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این آیات آغازین وحی و رسالت که تو همین ماه رجب، در 27 ماه رجب در غار حرا بر پیامبر نازل شد،
در واقع مسیر را مشخص میکنه. این پیامی است که درش قرائت مهمه. دوبارم میفرماد اقرا. تعلیم مهمه، چون میفرماد که اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. من یه سوال اینجا از خواهرها دارم. توضیح بدید که فرق بین مطلبی که بعد از اقرای اول اومده با مطلبی که بعد از اقرای دوم آمده چیه؟ بله، در همین سوره علق، همین آیاتی که خوندم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، این یه اقرا است. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اینم اقرا دومه. فرقش چیه؟ از کجا شما این مطلب رو به دست آوردید؟ حالا به هر حال اون این که بگیم قرآن اونو میگه سخته، یعنی باید ما یه نشون بدیم که از کجا این فهمیده میشه. ببینید هر دوش اقرائه. اقرائه اول به اسم پروردگاری که خلق کرده، درسته؟ یعنی مسئله اسم پروردگار آمده، خالقیت خدا آمده و به طور خاص خلق الانسان من علق، یعنی نام پروردگار خالق جمیع به خصوص خالق انسان، انسانی با اون عظمت، من علق، آیت خون بسته شده. درست شد؟ نه استاد. چطور؟ دوباره بگم. دوباره بگم. ببینید بخوان به نام پروردگارت، درست شد؟ این پروردگار خب خیلی مطلب داره، حالا دیگه تو بحث ربوبیت باید مطرح بشه. این پروردگار چه کاری را الان میخواییم بهش نسبت بدیم؟ الذی خلق، خالق همه است، خلق کرده و به طور خاص خلق الانسان من علق. اول خلقه میفرماد براش مفعولی ذکر نمیکنه، افاده عمومیت میکنه، بعد میفرماد خلق الانسان. این رب تو که خالق همه است، انسان را از علق آفریده، یعنی انسان را با اون عظمت از علق، از یه خون بسته شده آفریده. درست شد؟ یعنی قدرت و
حکمت و عنایت و تدبیر و همه چیزی که تو آفرینش هست توسط پروردگار تو ایجاد شده. خب این اقرا اوله که بحث خلقت است و خب زیربنای همه چیزهای دیگه خب برای ماها خلقت دیگه، اگه جهانی نبود و انسانی نبود که اصلا خب ماها هیچ چیزی نبودیم. ادرای دوم رو چی تمرکز میکنه؟ اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میاد روی رب دوباره تأکید میفرماد، اولم رب بود، منتها اینجا رب چیکار کرده؟ آفرین. اینجا رب تعلیم داده، پس رب اول خلق، رب اینجا چیه؟ تعلیم. یعنی ببینید تعلیم انقدر مهمه که در آیات آغازین وحی خداوند متعال میاد مسئله تعلیم را ذکر میکنه و بعد از خلق تعلیم را میاره و انقدر هم مهمه که دوباره یه اقرا و یه ربوکه رو دوباره میاره. متوجه میشید منظورم رو؟ نمیگه فقط اقرا بسم ربک الذی خلق و علم بالقلم، نه دوباره اقرا و ربک. میدونی چی میخوام بگم؟ مثل اینه که ما دوباره یه جلسه تشکیل میدیم یه موضوعی رو بحث میکنیم، اینقدر اهمیت داره. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خب سوال، رب اول با رب دوم یه فرقی دارن با هم دیگه؟ رب دوم یه صفتی داره، درسته؟ رب دوم یه صفتی داره، صفتش چیه؟ الاکرم دیگه، درسته؟ ربک الاکرم. رب اولی نداره الاکرم رو. از این چی میفهمید شما؟ نه البته ببینید رب معنای مربی نداره ها، این بعضی تو بعضی ها اینو میگن البته، ولی دقیق نیست، چون رب از رببس، تربیت از ربوس، رب تربیه اصلا یه ریشه دیگه یه. خلاصه تربیت غیر از ربه ها. آره خب، آها خب حالا بله، الان این رب دوم یعنی رب یعنی صاحب اختیار، درسته؟ رب یعنی صاحب اختیار دیگه، انا رب الابل وللبیت ربون، یا به خانوم های خانه‌دار میگن چی؟ ربت الدار، درسته؟ خب رب یعنی صاحب اختیار. حالا این رب اول مسئله خلقت آمده، رب دوم مسئله چی آمده؟ تکریم آمده. برای رب دوم اکرم آمده، از این شما چی میفهمید؟ یعنی بعد از اون رب اکرم یه رب دیگه نیست؟ از این میفهمیم که اکرام خداوند در خلقت بیشتر بروز کرده یا در تعلیم؟
در تعلیم. احسنت. حالا من از شما یه سوال میکنم، با توجه به این آیات شما بگید که پدر و مادر بیشتر بر ما حق دارند یا استاد؟ استاد. چرا؟ احسنت احسنتم. اگر پدر و مادر معلم ما هم باشند که معمولا هستند، چون ما اولین درس دین و اخلاق و زندگی رو از پدر و مادر میگیریم، خب اون دیگه خیلی خوب. اما مثلا یک کسی بچه به دنیا آورده، دیگه اصلا بچه رو گذاشته مثلا پرورشگاهی یا هیچ چیزی بهش یاد نداده، اما یه نفری هست به ما ایمان داده، اخلاق داده، معرفت داده، اون کسی که به شما تعلیم میده از اون کسی که به شما خلقت میده فقط مهمتره. اما حالا یه کسی هر دوشو بده که خب دیگه نور علی نور. ببینید چه قشنگ از این آیه میشینه فهمید دیگه، درسته؟ اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. دو تا علمه اینجا داریم، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فرق این دوتا چیه؟ از کجا میفرمایید؟ میشه گفت اینجوری؟ خب من شاهدی نیاز دارم. ممکنه حرف شما درست باشه ولی من باید شاهدشو ببینم چیه، از کجا این در میاد؟ علم بالقلم. خب دوتاش علم است. تدریجی داره بهش میگه اینو بگی. علم الانسان ما لم يعلم. اونجا علم دقیق بهش گفته. حالا ظاهرا چنین چیزی فهمیده نمیشه. هر دوش علمه است. یکی علمه بالقلم. اولا علمه بالقلم یعنی چی؟ بله؟ اینو دو جور گفتن. بعضی گفتن یعنی که تعلیم داده است که چطوری نگارش بکنه، یعنی علم به کتابت داده، تعلیم کرده که ما چطور کتابت داشته باشیم، از قلم استفاده کنیم. صدا میاد؟ بعضی گفتن که یعنی به وسیله قلم تعلیم کرده. متوجه شد؟ ببین پس دو چیزه، علم به کتابت داده یا اینکه به وسیله قلم تعلیم داده. یعنی مثلا الان شما کتابت رو بلدید، اما یک استادی مثلا مطالبی رو برای شما مینویسه و به شما میده و شما میخونید، از قلم استفاده کرده برای تعلیم شما، اما شما خودتون کتابت رو بلد بودید. پس علم بالقلم دو تا معنا ممکنه داشته باشه، یکی این که یعنی تعلیم قلم، یعنی تعلیم استفاده از قلم، تعلیم کتابت و قرائت، یکی یعنی به وسیله قلم مطالبی را تعلیم داده است. حالا هر کدومش باشه به هر حال نشون میده که قلم یک نقش مهمی داره، حالا یا وسیله تعلیمه یا موضوع تعلیمه. با اون دوتا اقرار رو هم کنار هم بذارید، یعنی چقدر توجه هست به چی؟ به نوشته، به نوشته، به کتابت، به قرائت به عنوان مصادیق مهم تعلیم. وقت اینو در کنار اون سوره قلم بذارید که نون و القلم و ما یسترون، که اصلا خداوند به قلم و آنچه قلم می نویسد قسم میخوره. البته اون ممکنه منظور از قلم
قلم الهی باشه ها. ممکنم حالا هر قلمی بگیم، حالا دو تا تفسیر میشه کرد، یکی که اون قلم در واقع همون لوح و قلم باشه، قلمی که باهاش خداوند مینویسه، ممکنم قلم عام باشه. خلاصه قرائت و تعلیم و قلم خیلی روی مسئله تکیه شده. حالا علم بالقلم و همینطور علم الانسان ما لم یعلم، به انسان چیزهایی را یاد داد که نمی دانست. یعنی یاداوری نبوده فقط، بلکه تعلیم ابتدایی هم بوده. گاهی مثلا شما رفتید پیش یه استادی درس گرفتید، یه استاد دیگه فقط میاد برای شما مرور میکنه، دوره میکنه، یاداوری میکنه. اما گاهی یه استادی هم تعلیم به شما میده از اول، هم یاداوری میکنه. خداوند اینطوری است، هم تعلیم از اول میکنه، هم برای ما ذکر میفرسته. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی یاداوری دیگه. ولی وقتی میگیم ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی اینجا ذکر یعنی چی؟ یعنی مذکر، یعنی یاداوری کننده. درسته؟ ما یذکر بهی ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی این قرآن نیست مگر یاداوری کننده. مصدر نیست اینجا ذکر. به هر تقدیر، پس در اون محیط فرهنگ جاهلی دینی را داریم و کتابی را داریم که آیات آغازینش بحث قرائت تکرار شده توش، تعلیم دوبار تکرار شده توش، و اکرمیت معلم بیان شده، اکرمیت معلم توش بیان شده. این خیلی مهمه. اون وقت در کنار خلقت تعلیم اومده، ولی با یک اقراء مجدد، با رب مجدد و بالاتر. یعنی در واقع درسته که به لحاظ زمانی اول ما خلق میشیم بعد تعلیم داده میشیم، به لحاظ زمانی کدوم اوله؟ خلق اوله یا تعلیم؟ خلق اوله دیگه. اما به لحاظ اهمیت کدوم اوله؟ تعلیم اوله. لذا بریم سوره الرحمن. در سوره الرحمن میگیم الرحمن چی؟ علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. خب از این آیات چی متوجه میشید؟ چرا خلق اول نیومده؟ بله؟ چون تعلیم قرآن مهمتر از خلقه. اینجا ببینید، اینجا ترتیب زمانی نیومده. در اقرا بسم ربک الذی خلق ترتیب زمانی اومده. در اینجا اول تعلیم قرآن اومده. درسته؟ بعد خلق الانسان اومده، بعد علمه البیان. چند تا تعلیم اومده؟ دوتا. اونجا چند تا تعلیم اومده بود؟ اون هم دوتا اومده بود. درسته؟ خب اونجا گفت که ربک الاکرم تعلیم کرده، درسته؟ اینجا کی تعلیم کرده؟ الرحمن. الرحمن علم القرآن، درسته؟ پس معلم باید چی باشه؟
رحیم، حتی رحیم هم، یعنی حالا رحیم هم باید باشه، ولی مظهر رحمان باید باشه. فرق رحمان با رحیم چیه؟ مسئلتون، سوال. اگر معلم رحمان باشه چی کار میکنه؟ اگر رحیم باشه چی کار میکنه؟ خب بذار سوال سخت‌تر کنم. اگر معلم فقط رحمان باشه یا فقط رحیم باشه یا رحمان رحیم باشه چی کار میکنه؟ ببینید اگر فقط رحمان باشه یعنی به همه محبت داره، اما عنایت خاصی به خوبها نداره، از درسته؟ چون رحمان یعنی به همه، رحیم یعنی اینکه یک رحمت خاصی برای خوبها، مؤمنین، اونایی که زحمت میکشن داره. رحمان رحیم یعنی هر دو رو داره، همه شاگرداش رو علاقه داره، اما اونهایی که خوب هستند اونا رو چیه؟ بیشتر براشون وقت میذاره و توجه میکنه. لذا من به دوستان میگم که ما باید سعی کنیم هر جا هستیم مظهر رحمانیت و رحیمیت باشیم، درسته؟ الان شما برگشتید کشورتون، انشالله خواستید در اونجا یه کاری انجام بدید، اگر بخواید مظهر رحمانیت و رحیمیت باشید باید چیکار کنید؟ یعنی شما باید اولا برای همه مردم اون جایی که هستن دلسوز باشید، درسته؟ حتی مردم نه، حیوانات، گیاهان، همه، هر موجودی، هر مخلوقی شما خیرشو باید بخواید. اما برای افراد جامعه دینی خودمون، مؤمنین، باید توجه بیشتری داشته باشید. یعنی نگید فقط اینا یا همه مثل هم، نه، ما دو مرحله کار میکنیم، هم رحمانی باید کار کنیم، هم چی؟ هم رحیمی. روشنه؟ خب الرحمن علم القرآن. چرا میفهمد الرحمن علم القرآن؟ چون این مرحله از تعلیم برای همه است، همه میتونن بیان استفاده کنن از قرآن. اما عملا کیا استفاده میکنن؟ هدن. آها، اونجا دیگه وارد رحیمیت میشن. پس خداوند همه انسان ها رو خلق کرده، هدایت عامه برای همه فراهمه، وحی برای همه فراهمه، اما حالا اون کسانی که پاسخ مثبت میدن، رحمت رحیمیه میاد هدایت بیشتر میکنه و دست اینها رو میگیره میبره جلو. خب علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. این علمه البیان یعنی چی؟ آه. حالا البیان، البته ممکنه کسی بگه البیان مثلا فرض کنید خودش باز قرآنه، ولی ظاهرش اینه که البیان یعنی قدرت بیان. آفرین، قدرت بیان. این چی رو ازش میفهمید شما؟ این یه بحث خیلی مهمیه ها. از این شما چی میفهمید از این البیان؟ یعنی
آفرین. یعنی ببینید، از این معلوم میشه که صرف علم داشتن و مطالب خوب داشتن کافی نیست. آها، باید بتوانید و بخواهید بیان کنید. انسان ها باید با هم حرف بزنند. اصل اولیه چیه؟ آن که ما بیان کنیم، درسته؟ حالا ممکنه یه جاهایی بعضی مسائل رو صلاح نباشه بیان کنیم، اونا دیگه موارد استثناست، یا بعضی افراد رو مثلا ممکنه، ولی اصل اولی اینه که ما متاسفانه گاهی اوقات میبینیم حتی تو خانواده ها با همدیگه صحبت نمی کنیم، یا اگر هم صحبت می کنیم درست مطالب خودمون رو بیان نمی کنیم، یا به طرف مقابل اجازه نمی دیم حرف خودش رو درست بزنه. قبل از اینکه حرفش تموم بشه من میگم آه من میدونم این میخواد چی بگه، جوابش آماده است، درسته؟ یعنی ما خیلی وقتا واقعا گوش نمی دیم. سماع هست اما استماع نیست، یعنی به گوش میره اما تو همون گوش میمونه دیگه، تو مغز نمیره، تو دل نمیره. پس بیان خیلی مهمه. الان شما از این آیات چی فهمیدید که معلم باید چیکار کنه؟ از اول از الرحمن شروع کنید. اولا معلم باید علمش رو به کی عرضه بکنه؟ پس اولا شما باید آمادگی داشته باشید به همه خدمت کنید، تعلیم کنید، درسته؟ نگید من فقط به قوم و خیشای خودم یا به کسی که به من پول بده فقط تعلیم میکنم. من نه، الرحمانم، یعنی در مظهر الرحمان میخوام باشم. مظهر الرحمان اگر بخوام باشم باید چیکار کنم؟ دوست داشته باشم به همه تعلیم بکنم. حالا اگر تواناییشو ندارم به همه، لاقل نیتم باید عام باشه، درسته؟ شما نیتتون رو همیشه بزرگ در نظر بگیرید. انشالله یه بار اینو باید راجبش صحبت کنیم. نیتتون رو بزرگ کنید. شما نمیتونید یه کاری انجام بدید عملا، اما نیتشو که میتونید بکنید. نیت بزرگ چی نیاز داره؟ مثلا شما میخوای بگید مثلا من میخوام تمام مردم دنیا رو تعلیم بدم، این چه نیازی داره؟ بله؟ روش؟ متوجه نمیشم. تلاش. آها بله، خب تلاش درسته، ولی ممکنه یه کسی داره تلاش هم میکنه، میگه من خب میخوام هر چقدر که میتونم به همون اندازه نیت میکنه. ببینید، شما اگر تلاشتون رو کنید، این خیلی نکته ظریفی ها، اگر این نکته رو خوب جذب بکنید خیلی براتون باب بزرگی از خیراته. خوب دقت بفرمایید. مثلا اینجوری مثال بزنم، ما 1000 نفر آدم گرسنه داریم، خب 1000 نفر، منم یه خیریه ای درست کردم یا خودم تنهایی با یه خیریه ای، خلاصه داریم میخوایم این افراد بی غذا رو بهشون غذا بدیم، درست شد؟ خب الان ما این 1000 نفر را تلاش میکنیم، ولی مثلا فقط میتونیم به 100 تاشون غذا بدیم. نهایت تلاشمون رو میکنیم، به 100 تا میتونیم غذا بدیم. اینجا یه نفر هست که خیلی تلاش میکنه و به این 100 نفر غذا میده،
یه نفر هست که خیلی تلاش میکنه به این 100 نفر قضا میده، ولی نیت اون 900 نفر دیگر هم میکنه، میگه من تا به دستم برسه حتما میخوام اونا رو هم بهشون اطعام کنم. اینا چقدر با هم فرق داره؟ محدودیت نداره در نیتش، دیگه هر چقدر رو به من دارم به مردم میبخشم. ولی یکی که مثلا این قرار بود فقط 100 نفر این قرار. خب پس ببینید هر دوشون 100 نفر رو نون غذا دادن، درسته؟ بله. پس امکاناتشون هم مساوی بوده، تلاششون هم کردن، اما اونی که نیت داشته ثواب اون 900 تا هم میبره، درسته؟ بله. اما اونی که نیت نکرده چی؟ فقط ثواب اون 100 تا رو میبره. متوجه شدی چقدر فرق میکنه؟ خب حالا شما اگر به جای اون ثواب 900 تا اضافه بگید من میخوام مثلا یه کاری کنم که تمام گرسنگان عالم را غذا بدم، حالا نمیتونم ولی خب من تلاشمو میکنم، باقیشم هر وقت تونستم، نیتشو میکنم، چقدر فرقش میشه؟ آفرین. یعنی شما ببینید چقدر ثواب اضافی میشه فقط به خاطر نیت، به شرط اینکه تلاشتو کرده باشی، درسته؟ حالا سوال، اگر شما 100 نفر را میتونید غذا بدید، به 99 نفر غذا میدید و میگید من میخوام همه عالم دنیا رو غذا بدم، به خاطر نیت به شما چی میدن؟ ببین سوال اینه، شما به 100 نفر میتونید غذا بدید، به 99 نفر دادید، ولی نیتتونه که به همه آدم های دنیا غذا بدید، هر کی که گرسنه است، چقدر به شما ثواب میدن؟ نه، شما 100 تا میتونستی بدی 99 تا دادی. آها، پس ببینید نگاه کنید چقدر مسئله جالبه، یعنی شما اون یه ذره‌ای که میتونستی بدی و ندادی، اون یه ذره تلاشی که میتونستی بکنی و نکردی، باعث میشه که دیگه اون نیت اضافیت هم الکیه، درسته؟ بنابراین از یک ثواب عظیمی محروم شدید. این فرق بین انسانی است که تا حدی که میتونه تلاش میکنه و باقیشو نیت میکنه، و کسی که الکی نیت میکنه، یا کسی که اصلا نیت نمیکنه. فرقشو متوجه میشید؟ اینا زیرکی ها و کیاست های در تجارت با خداست، درسته؟ این تجارت دیگه، نه با خدا ما باید تجارت کنیم دیگه. امیرالمومنین تو خطبه متقین فرمود چی؟ تجارتون مربحه یسرها لهم ربهم، درسته؟ یا تو قرآن میفرماد فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. حالا البته انسان های که اولیای خدا هستن که اصلا به فکر اجر نیستن، ولی به هر حال اونا به طور طبیعی همه تلاش خودشون میکنن، ولی حالا کسی که به فکر اجر هم باشه، ببینید چقدر مسئله جالب شد. شما 100 نفر میتونید غذا بدید، میتونید ثواب این 100 نفر رو بگیرید، میتونید ثواب 1000 نفر رو بگیرید، میتونید ثواب 1,000,000 رو بگیرید، فقط همون تلاش خودتون رو بکنید، باقیش دیگه به نیتتونه. اما اگر به جای 100 تا حتی یکیشو کم بذارید و بگید من اگر داشتم همه رو میدادم، گرسنه‌ها رو سیر میکردم، میگن نه،
شما این نیتت صادقانه نیست. چرا؟ چون تو یه نفر دیگر رو میتونستی بدی، ندادی. پس چجور میگی من اگه داشتم همه رو میدادم؟ میبینید چقدر ظریف مسئله؟ خب حالا شما ممکنه به من بگید که این چرا اینجوریه؟ آخه یه کسی فقط با نیتش اینقدر گیرش میاد، یکی به خاطر نیتش هزار تا، یکی یه میلیون، یکی مثلا کل مردم دنیا، یکی مثلا میگه من میخوام یه خیریه‌ای درست کنم که تا آخر دنیا همه گرسنه‌ها رو غذا بده، من میخوام یه معلمی بشم که خودم و شاگردام تمام مردم دنیا رو تعلیم بدم. ممکنه شما بگی خب این چرا اینقدر با هم فرق داره؟ جوابش چیه؟ چرا اینقدر نیت اثر داره؟ بله؟ اینو هر چیزی که آدم می‌کنی باید قصد قربت داشته باشه دیگه. آفرین. خب همه‌شون قصد قربت دارن. ببین همه‌شون هر کاری که کردن قصد قربت دارن. خب قصد قربتی که به حقیقت و واقعیت دلیه، نه که همین که شما نه، همه‌شون هم قصد قربت دارن. اون کاری هم که کردن با تلاششون کردن و صادقانه کردن. اون کاری که کردن قربتن الله کردن. اما بسته به اینکه چقدر جدیت کردن و دوم اینکه چقدر نیت داشتند. کلید مسئله اینجاست خواهرها، دقت کنید، کلید مسئله اینجاست. اون کسی میتواند نیت بزرگتر کند که دل بزرگتری داشته باشه. هر چقدر محبت شما به انسانها، به خلق خدا بیشتر باشه، محبت شما به خیرات بیشتر باشه، میخواید انسانهای بیشتری به خیرات بیشتری برسن، درسته؟ اگر مؤمن، یه مؤمنی میگه من میخوام به همه مردم دنیا تعلیم بکنم، خدمت بکنم، نسلهای آینده، یعنی این به رحمان نزدیکتر شده. فقط یه مسئله این نیست که حالا یه نیتی بکنیم الکی. متوجه میشه چی میگم؟ پس شما سعی کنید همیشه اون یه ذره تلاشی هم که میتونید بکنید بکنید، چون وقتی که تمام تلاشتون رو کنید وارد یک مقوله دیگری میشید که بعد از اون دیگه به اندازه وسعت دلتون، قلبتون، نیتتون خدا به شما پاداش میده. روشن شد این مطلب؟ هر کی براش روشن نشده بگه که توضیح بدم. خب این سوال تو بفرمایید، من دیگه ادامه بحث میذارم برای جلسه بعد. بفرمایید. کسی که نداره، یعنی راه تلاش هم نیست که مثلا به مردم کمک کنه. باش. خب اگه اصلا هیچ کاری نمیتونی بکنی دیگه میشه همش نیت. این دیگه راحت تره. نه ببینید، مهمش اینه که شما اون چیزی که میتونی انجام بدی و بعد نیت کنی. لذا رضا در روایت داره که مثلا فرض کن میخواید افطار کنید ولو به شق تمره، یه تیکه خورما، میگه من بیشتر از این نمیتونم، یه تیکه خورما میدی، یه لیوان آب میدی اگه بیشتر نمیتونی، اما اگه میتونی بیشتر بدی و نمیدی، اون دیگه خب به همون اندازه که دادی گیرت میاد. لذا انسان وقتی با خدا معامله میکنه مادیات مانع نمیشه. یعنی شما فقیرم باشی میتونی بیشتر گیر بیاری. مهمش اینه که چقدر معرفت داشته باشی، چقدر نیت داشته باشی، صداقت داشته باشی. دقت کردید؟ خوبی کار با خدا و تجارت با خدا اینه. سرمایه ما مادیات نیست. با خدا وقتی میخوایم تجارت کنیم مادیات سرمایه کار نیست. تجار دنیایی باید سرمایه داشته باشی دیگه، بلکه تو یه چیزی میفروشی میخری، درسته؟ اما با خدا چنین چیزی نیاز نیست. شما میتونی فقیرترین فرد باشی، گنده ترین معاملات عالم رو با خدا انجام بدی. اون دلتون مهمه.
معرفتتون مهم. خب انشالله که توفیق بشه، انشالله در جلسه بعد این بحث رو ادامه بدیم. لطفا خودتونم روی مطالبی که گفتم فکر کنید، نکته جدیدی به ذهنتون رسید، نکته تکمیلی به ذهنتون رسید، انشالله استفاده کنیم. اگر بتونید با همدیگه مباحثه هم داشته باشید خیلی خوبه. مباحثه بسیار بسیار در فهم و عمق و به یاد موندن مطالب کمک میکنه. انشالله اگه تونستید مباحثه هم بکنید خیلی عالی میشه. التماس دعای فراوان داریم. خدا نگهدار.